انتخاب مسئول اول، سازمان مجاهدین خلق ایران، شورای نهایی، قسمت اول. اجازه بدین که ابتدا هم عید سعید فطر و هم آغاز 47مین سال حیات پر افتخار مجاهدین رو به همه شما تبریک بگم. خیلی خیلی خوشحال و مفتخرم که بعد از 6 سال، یعنی 3 دور پیاپی که باید مسئول اول جدید انتخاب میشد و درخواست من در این مورد هر بار رد میشد، خوشبختانه امروز به این کار نشسته ایم. قطعاً برای همه شما باید خیلی انگیزاننده باشه و برای خودم هم به طور مضاعف بسیار انگیزاننده است که در اوج جنگ و کارزار پیروزی برای آزادی به انتخاب مسئول اول نشسته ایم. این خودش بسیار پرمعناست و نشانه توان فزاینده و سرشاری مجاهدین، در شاهدی که متقابلاً رژیم پلید آخوندی نفسش بریده و زوزه‌های وحشتش از اعتلاء مجاهدین و اشرف گوش همه رو کر کرده. تعادلی که امروز پس از حماسه کبیر فروغ اشرف در 19 فروردین با جهانی شدن هرچی بیشتر اشرف وجود داره بر کسی پوشیده نیست. همونطور که گفتم امروز خیلی خیلی خوشحالم که در آستانه سالگرد تأسیس سازمان با اشتیاق زیاد برنامه انتخاب مسئول اول سازمان رو بر اساس آیین‌نامه که همگی با آن آشنا هستید می‌پردازیم. ما موضوع انتخاب مسئول اول رو در تاریخ 14 مرداد در جمع شورای رهبری به عنوان شورا اول به رأی گذاشتیم. همه اعضای شورای رهبری رأی خودشون رو بدون اینکه کاندیدی پیشنهاد شده باشه به صورت مخفی اعلام کردن. در شورا دوم هم همه اعضا و مسئولین سازمان رأی‌های مکتوب خودشون رو در صندوق‌های رأی انداختن و حالا به شور سوم، یعنی شور نهایی نشستیم و امروز می‌خواهم با جمع حاضر در اینجا ترتیبات شور سوم رو پیش ببریم. خب شور نهایی رو شروع می‌کنیم. همونطور که می‌دونید طبق سنت خواهر مریم در انتخاب مسئول اول از همه مجاهدین تک به تک خواستیم که هر کس رأی خودش رو به صورت مکتوب برای انتخاب مسئول اول ابراز کنه. در بحث‌های ایدئولوژیک بارها مضمون توحیدی انتخاب مجاهدین رو در مقایسه با جناح‌بندی‌های درونی احزاب و رقابت‌های فردی بدر مسعود برای ما توضیح دادن، زیرا در فرهنگ مجاهدین، در فرهنگ صدق و فدا جایی برای جاه طلبی و کرسی طلبی وجود نداره و مرسوم نیست که کسی خودش رو زی سلاح‌تر از بقیه بدونه. این یک انتخاب برای صدق و فدای حد اکثره، انتخابی بین مجاهدین یک دست و یک رنگ، انتخابی بین اقشار و طبقات مختلف برای ریاست و وکالت نیست، انتخابی در درون مجاهدین برای جنگ حد اکثر و صد برابره، برای مسئولیت پذیری هرچی بیشتر در سرنگونی دشمنترین دشمنان بشریت، یعنی سرنگونی رژیم پلید آخوندی. به خاطر همینه که ما در 2 دهه گذشته حتی یک بار یک نمونه هم نداریم که خواهر یا برادری خودش رو کاندید کرده باشه، در صورتی که به لحاظ آیین‌نامه هیچ ایرادی نیست.
هیچ منی وجود نداره و همیشه خواهران و برادران ما بودند که کاندیدا رو پیشنهاد کردند و میکنند. راستی کیه که خودش رو زیستلاتر از بقیه بدونه؟ کیه که اگر شما از او بپرسید چندین و چند نفر رو به عنوان زیستلاتر از خودش به شما معرفی نکنه؟ از اونجا که این تاریخچه رو خوب میدونید من توضیح بیشتر نمیدم. خب برگردیم به برنامه انتخاب مسئول اول. بعد از اینکه شما رأی‌های خودتون رو دادین و نظراتتون رو مکتوب به صندوق‌ها ریختین و کاندیداهای مورد نظر خودتون رو معرفی کردید، در این رأی‌گیری‌ها نفر اول خواهر مجاهد زهره اخیانی شد. %7.5% آرای شور دوم به نام زهره اخیانی بود. 10 نفر دیگر هم از خواهران زیرسلاحمان به ترتیب عبارتند از زهره قایمی، مژگان زمانی، رقیه عباسی، پروانه شهابی، معصومه ملک، فائزه محبتکار، مهناز گرامی، مرضی حسینی، سمیرا شمس و فرزانه میدانشاهی. اسامی این 11 نفر به ترتیب رأی ثبت شد. حالا با اجازه مژگان، جانشین رهبری مقاومت ایران در اشرف، که میخوام به من در حسن اجرای این رأی‌گیری کمک کنه و نقش ناظر رو داشته باشن. علاوه بر مژگان، من از خواهر فهیمه مسئول اول سازمان از سال 72 تا 74 و همچنین از خواهر سوسن جانشین ارتش آزادی بخش از سال 72 تا 76 خواهش میکنم که در کنار مژگان قرار بگیرن و به من کمک کنن و ناظر بر حسن اجرای آیین‌نامه به ضوابط باشن. همونطور که گفتم ما در شور اول و دوم صندوق‌ها رو رو میزا گذاشتیم و برگه های نظرسنجی رو توضیح کردیم و همه نفرات رأیشون رو مکتوب نوشتن و توی صندوق ها انداختن و الان هم وارد شور سوم یعنی رأی‌گیری نهایی از کلیه اعضای حاضر در اینجا میشیم. رأی‌گیری نهایی رو در اینجا بعد از خاتمه بحث‌ها برای اینکه مردم من هم ببینن با بلند کردن دست انجام میدیم. البته همه شما حق دارید اگر کاندید دیگری دارید در همین نشست بگید، به شرطی که بتونید جمع رو قانع کنید. طبق آیین نامه اول کاندیداها صحبت میکنن، بعد هم شما اگر نظری دارید و صحبتی دارید حتما صحبتتون رو بکنید، به پیشنهادی دارید بدید. یه نکته دیگه هم که قبل از شروع صحبت ها میخواستم بگم و اون اینه که طبق آیین نامه همه اعضای سازمان یعنی همه کسانی که بیش از 5 سال سابقه حرفه‌ای تشکیلاتی دارند میتونن در انتخاب مسئول اول شرکت کنند. اونم به این منظوره که یکی اینکه کسب صلاحیت کرده باشن و دیگه اینکه برای انتخاب مسئول اول صاحب تشخیص شده باشن. اما باز هم طبق سنت خواهر مریم من به پیشنهاد شورای رهبری الان میخوام از شما نظرخواهی کنم که آیا موافقید که کسانی که تو این جمع هستن و سابقه شون هنوز به 5 سال نرسیده و زیر 5 سال بلاز حرفه تشکیلاتی، آیا در رأی گیری در انتخاب مسئول اول شرکت بکنن یا نه؟ اگر موافق هستید لطفا دست بلند کنید.
تشکر. خب حالا ما 11 کاندید داریم، ما درخواست داریم از 11 تا کاندید که اسمشون رو بردم لطفاً تشریف بیارن بالا و میکروفون ها در اختیارشون، ما منتظر صحبت هاشون هستیم. خواهش میکنم بفرمایید. روز تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران رو به خواهر مریم و برادر مسعود و همه شما خواهران و برادران عزیزم تبریک میگم. بسیار خوشحالم که امروز با همدیگه گرد اومدیم که جشن تأسیس سازمان رو برگزار کنیم و به انتخاب مسئول اول سازمان نشستیم. قبل از هر چیز میخواستم از تعدادی از شما که من رو به عنوان کاندید خودتون معرفی کردید تشکر کنم. آرای شما برای من مسئولیت پذیری و تعهد بیشتر میاره و خدا من رو شایسته اعتماد شما بکنه. هرچند که برای خودم مشخصه که من به عنوان پایین ترین نفر و عضو در این سازمان به مسئولیت‌های خودم باید اقدام بکنم و همیشه شکر نعمت و منت هدایت و مجاهدت رو به جا بیارم. میخواستم اینجا کاندید خودم رو بگم. کاندید من خواهر زهره اخیانیه. خواهر مجاهدم زهره در این سالیان پرتلاطم و پرفراز و نشیب مثل کوهی استوار و مستحکم در برابر همه طوفان‌ها و تلاطم‌های این روزگار ایستاد و به مسئولیت‌های خودش در این رابطه عمل کرد. از ویژگی‌های برجسته خواهر زهره صراحت، جنگندگی و جدیت بی‌نظیرش در پیشبرد خط و خطوط سازمانه. می‌خواستم همینجا بگم که رژیم پوسیده ولایت فقیه سرنگون میشه و پیروزی محقق میشه و مجاهدین هستند و خواهند بود و مثل همیشه درس ماندگاری رو به جهانیان خواهند داد. در اینجا باز می‌خواستم در مقابل جمع مجاهدین در سال سرنوشت تعهد بدم که با اتکا به انقلاب خواهر مریم و ارزش‌های برآمده از اون من هم به مسئولیت‌های خودم عمل کنم و هر چه بیشتر مسئولیت پذیر باشم. با تشکر مجدد از همه شما. سالگرد تأسیس سازمان رو به همه تبریک میگم. در دوره‌ای به انتخاب مسئول اول نشستیم که سال سرنوشت و مجاهدین و رژیم در دو سر طیف، رژیم درست در نقطه بحرانهاش، بحرانهای لاعلاجش و بنبستش و از این طرف مجاهدین در اوج شکوفایی و بلندگی به انتخاب مسئول اول نشستیم که به همه مبارک باشه. از رأی هایی که به من دادید از خواهران و برادران خیلی تشکر میکنم و این مسئولیت منو بیشتر میکنه و تعهداتمو. کاندید خود من خواهر مجاهدم زهره اخیانی بوده و صلاحیتهاش طی این سالیان خیلی بارز بود و این دوره به مسئول اولی نیاز داریم که جنگنده، شکافنده برای پیشبرد خط و با جنگ صد برابر بتونه تعهداتمون رو محقق کنه. از
زحمات خواهر صدیقه هم تشکر میکنم. طی 6 سال گذشته به همه مبارک باشه. منم میخواستم سالگرد تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق رو به همه مجاهدین تبریک بگم و از جمعی که اعتماد کردن و به من رأیشون رو دادن تشکر و قدردانی کنم، هرچند که خودم رو شایسته رأی شما نمیدونم و شایسته این که در این لیست و در اینجا قرار گرفته باشم نمیدونم، چون میدونم و میفهمم که بودن در این لیست خودش سطح مسئولیت و جنگ صد برابر و تعهد صد چندان ازم طلب میکنه. البته تا الانم که تو این مسئولیتی که بودم با کمک خود خر صدیقه واقعا بیوقفش و شبانه روزی پشت ما بودن و تونستیم با کمک خود خر صدیقه خود من پای این مسئولیت بیام و از این مسئولیتم بریام، هرچند که کم و کاستی زیاد داشتم. امیدوارم که بتونم عضو کوچکی از این سازمان که خودم خر زهره اخیانی رو کاندیدش کردم و به دلیل اینکه همیشه شاخص جنگندگی چه در صحنه سیاسی چه در صحنه جنگ ایدئولوژیک بودن برام همیشه شاخص بودم، دوباره از خر صدیقه تشکر و قدردانی میکنم، به خصوص به دلیل زحمات این 6 سالشون و تبریک میگم به دلیل مسئول اولی خود خر زهره. منم این سالگرد تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین رو تبریک میگم و از رأی اعتمادتون تشکر میکنم و این قطعا برام مسئولیت پذیری و تعهد خیلی بیشتری توی این دوران میاره. ولی قبل از هر چیز خواستم از خر صدیقه تشکر کنم و همه زحماتی که در این دوران کشیدن و واقعا جای قدردانی و تشکر داره. ولی کاندید خود من خر زهره اخیانی هستم که خر زهره رو همتون میشناسین، ولی اون چیزی که توی این روزا خیلی توی چشم من میرفت مسئولیت پذیری، شکافندگی و جنگندگیشون بود و به طور خیلی خیلی چشمگیر پاسخگو بودنشون و تا بن استخون مسئول بودنشون. دارایی ما مجاهدین این چیزاست، این ارزشاست، ارزشایی که بهش افتخار میکنیم، ورزش هایی که مبارزمون رو باهاش پیش میبریم. به همین دلیل هم هست که بعد از فروغ اشرف، به طور خاص 5 ماه بعد از فروغ اشرف، الان نشستیم به انتخاب مسئول اول در روز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران که جای خیلی تبریک داره. پیامش پیام پیروزی، پیام کوثر و پیام بلندگیه و همه ما مجاهدین این رو مدیون خود خواهر مریم هستیم. و این درست در دورانی هستش که رژیم، ارتجاع، استعمار دنبال این هستن که طرح انحلال و پایان مجاهدین رو پیش ببرن که واقعا زهی خیال باطل، چون انتخاب مسئول اول یعنی پیام پیروزی و پیام سرنگونی. به همین دلیل منم خواستم بهتون تبریک بگم این روز رو، واقعا از ته دلم خوشحالم، واقعا احساس میکنم که امروز روز خیلی 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 بزرگیه و واقعا جای شعف و شادمانی داره. خیلی ممنون. متشکرم. من هم به نوبه خودم از اعتمادی که جمع مجاهدین کردن تشکر میکنم، هرچند که خودم رو شایسته این لیست هیچ وقت ندیده و نمیبینم، ولی فکر میکنم این 4 ماه بعد از فروغ اشرف و با این همه دستاوردهای سیاسی، ایدئولوژیک و تشکیلاتی زمان بهره برداری و درو کردن هست که بتونیم در جنگ صد برابر اسباب کار پیروزی و جنگ صد برابر رو فراهم کنیم. خودم همینجا لازم میدونم از خواهر صدیقه سپاس فراوان و تشکر میکنم.
من خودم در این سرفصل تاریخی کاندید خودم رو خواهر مجاهدم زهره اخیانی میدونم که از سالیان پیش تحت مسئول اون در دوره های مختلف بودم و شاخص خودم در جنگندگی در همه صحنه های سیاسی ایدئولوژیک و صراحت و بالندگیش و مسئولیت پذیری الفتایا در همه زمینه ها همیشه شاخص خودم بودن. خودم فکر میکنم که مطمئنم با مسئول اول جدید یک پهنه های جدیدی در جنگ صد برابر برای همه مجاهدین باز میشه و امیدوارم که بتونم تحت مسئولیت مسئول اول جدید مسئولیتم به نحو احسن من و همه مجاهدین انجام بدیم. با تشکر و تبریک به همه شما. به نوبه خودم خیلی خوشحالم که در این شرایط خطیر و حساس کنونی به انتخاب مسئول اولی سازمان نشستیم. این خودش یک جواب دندون شکن و به قول برادر سیلی محکمیه به گوش ارتجاع و پشتیبانان اون که خواب انحلال سرنگونی سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران رو می دیدند. ممکنه چنان خوابی از سرشون بپره و درس عبرتی برای اونها بشه. من اینجا از خواهران و برادرانی که به من اعتماد کردن و رأی دادن تشکر کرده و این بر مسئولیت پذیری من اضافه میکنه. کاندیدای اول خودم هم خواهر مجاهدمون زهره اخیانی بود که در طی این سالیان همه اون رو به خوبی میشناسیم که چه بار سنگینی از مسئولیت جنگ سیاسی و دفاع از اشرف رو به عهده داشتند. من مطمئنم که تک تک ما در این دوران در نقطه اوج ایدئولوژیک تشکیلاتیمون در راستای جنگ صد برابر و بسا با توان بسا بالاتر میتونیم این رژیم رو سرنگون کنیم. مبارک همه باشه. با سلام و هزاران تبریک به خواهر مریم عزیزمان، خالق یک چنین سنتی، و با تبریک به سردار اشرف مژگان و صدیقه عزیزم که در این سالهای پایداری در اشرف به سخت‌ترین و سنگین‌ترین مسئولیتشون پاسخ گفتن، و همچنین با تبریک به جمع برادران و خواهران در این جمع بزرگ و همچنین به برادر عزیزمان مسعود هزاران هزار تبریک به مناسبت این روز میمون و مبارک. من هم امروز به عنوان یک مجاهد، یک اشرفی، یک عضو شورای رهبری خیلی خیلی خوشحالم در این جمع، در این امر خطیر بزرگ و با شکوه ایدئولوژیکی و تشکیلاتی سازمانیمون در اشرف پایدار در این جمع حضور دارم و بدونید که برای یک چنین روزی به خصوص در این سالهای پایداری لحظه شماری می‌کردم. به همین دلیل در این ساعت که از لحظات زیبای زندگیم در این لحظه‌ای که در کنار شما هستم به انتخاب یک چنین مسئول اولی نشسته ایم. خواستم در اینجا بگم که من در جریان قرار گرفتیم که تعدادی از شماها لطف کردین و منو کاندید معرفی کردین. خیلی از شما تشکر میکنم و سپاسگزارم. انشاءالله که شایسته این حسن ظن باشم و از همتون بسیار ممنون و سپاسگزارم. اما واقعیت امینه که وقتی تو سازمان بحث کاندید شدن میکنن، در این امر قبل از هر چیز اون چیزی که مشخصه و روشنه بحث مسئولیت پذیریه. اون هم سازمانی با 120 هزار شهید و با 46 سال سابقه پر افتخار مبارزاتی در این سالیان.
و همچنین دیدیم هر موقعیتی برای یک چنین سازمانی که پیش میاد چیزی جز مسئولیت پذیری هرچه بیشتری نبوده که به این نقطه رسیده. خواستم این روشن باشه و همینطور حتما خواهران و برادران من که در واقع کاندید کردن اون کاندیدای مورد نظر خودشونو به این امر واقفن و برای منم روشنه که وقتی در زیر این سقف قرار دارم خواهرانی رو میبینم که بسی از من زی صلاح‌تر برای به دوش کشیدن یک چنین مسئولیت پذیری رو و اونا بس تو از من زی صلاح‌تر هستن، چرا که ما الان در یک شرایط بسیار حساس، در یک مرحله تاریخ ساز و در یک مرحله تعیین تکلیف رژیم قرار داریم. خودمون میگیم مرحله سرنگونی. از این زاویه باید مسئول اولی رو انتخاب کنیم که با انتخاب این مسئول اول تک تک ما بتونیم با جنگ صد برابر و عزم حد اکثر علیه رژیم سفاک و این رژیم ضد بشری به وظیفه تاریخیمون قیام کنیم. من هم در این جمع کاندیدای خودمو که در واقع خواهر زی صلاح خودمو، خواهر مجاهدم زهره اخیانی، زی صلاح ترین کاندید این دوران برای محقق کردن خواسته های من و پیشبرد این جنگ صد برابر کاندید میکنم و من و همه خواهران و برادرانم تک تکمون تحت مسئولیت خود زهره این جنگ رو پیش خواهیم برد و در این جمع به تک تک خواهران و برادرانم تعهد میدم که پیشبرنده خواسته ها و تعهدات خواهر مجاهدم زهره باشم. باز هم هزار تبریک، مبارک، مبارک، مبارک. با هزاران تبریک به خواهر مریم عزیزم، به خواهر مژگان و صدیقه عزیز و به همه خواهران و برادران گرامیم به خاطر برگزاری مراسم با شکوه انتخاب مسئول اول سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران. همچنان که خیلی از خود شماها گفتین، این انتخاب شلیکی هست به قلب دشمن. از اینکه این اعتماد رو به من کردین و منو کاندید کردین، هرچند که خودم رو زی صلاح و لایق اون نمیدونم، ازتون تشکر میکنم. ولی کاندید خود من خواهر مجاهد و عزیزم خواهر زهره اخیانی هست که حتما همه شما به خوبی اونو میشناسین و خوشبختانه خودم این افتخار رو داشتم که طی سالها در کنارشون تنگاتنگ و تحت مسئولیتشون کار کنم و از ارزش‌های بالاشون بهره‌مند بشم. حتما خیلی از شما این جمله خواهر زهره رو شنیدین که میگن دیدن واقعیت‌ها آدمی رو مستحکم می‌کنه و به واقع طی این سال‌ها خواهر زهره خودشون شاخص استحکام و جنگ صد برابر بودن و از سوی دیگه شاخص کسی که واقعیت‌های مجاهدی و نقاط قوت و مثبت اطرافیانش رو می‌بینه و اونو برجسته می‌کنه. امیدوارم من هم به عنوان عضو کوچیکی از سازمان با سرسپاری به این ارزش‌ها در این سرفصل بتونم به تعهداتم به خواهر مریم پاسخگو باشم و در جنگ صد برابر کمککار خوبی باشم. با تبریک و تشکر مجدد. من هم میخواستم سالگرد تأسیس سازمان و انتخاب مسئول اول جدید رو به خواهر مریم عزیز و برادر و خواهر مژگان و خواهر صدیقه و همه مجاهدین تبریک بگم.
همچنین میخواستم تشکر کنم از همه خواهران و برادران مجاهدم که به من اعتماد کردن و رأی دادن. باید بگم که هر رأی شما به مسئولیت پذیری من اضافه میکنه و امیدوارم که بتونم به کمک خودتون از عهده همه تعهداتم بر بیام. باید بگم که خودم رو شایسته این نمیدیدم که تو این لیست باشم. با این حال از همه لطف شما سپاسگزارم. جا داره که در همین جا از خواهر صدیقه به خاطر همه زحمات و تلاش هایی که در این 6 سال کردن تشکر کنم و به طور خاص برای خودم که خیلی زحمت کشیدن. خواهر صدیقه همیشه برام شاخص همه ارزش های مجاهدینه و مسئول شدن خودم رو مدیون خواهر صدیقه میدونم و از خودشون در همین جا سپاسگزاری میکنم. و اما در رابطه با انتخاب مسئول اول، کاندید خود من خواهر مجاهدم زهره اخیانی بود که برای همه مجاهدین صلاحیت ها و جایگاهشون شناخته شده است. من خیلی کوچکتر از این هستم که بخوام از ارزش های خواهر زهره بگم، ولی اگه بخوام یک جمله بگم، خواهر زهره شاخص شکافندگی و جنگندگی و جنگ صد برابر برای خودمه. مطمئنم که با این مسئول اول یعنی خواهر زهره امسال ما پیروز می شویم و سرنگونی این رژیم پوسیده خمینی رو محقق می کنیم و این انتخاب فرخنده رو به همه مجاهدین تبریک می گم و از همه شما سپاسگزارم. خیلی ممنون. قبل از هر چیز انتخاب مسئول اول سازمان رو در آستانه 47مین سال تأسیس سازمان که مؤثرترین پیام استواری و ماندگاری و پیروزی از اشرف در زمینه ایدئولوژیکه، به همه به طور خاص به خواهر مریم تبریک میگم. بسیار جای تبریک داره، برای اینکه درست 5 ماه قبل در 19 فروردین دشمن در پی انحلال و نابودی مجاهدین بود و الان مجاهدین در سقف و مدار بالاتر ایدئولوژیک تشکیلاتی به انتخاب مسئول اول در اشرف نشستند. تشکر میکنم از کسایی که منو کاندید کردم. منم به نوبه خود کاندید خودم رو داشتم که خواهر مجاهدم زهره اخیانی بود. برای کسایی که با زهره کار کردن، یا بهتره بگم برای همه اشرف، زهره کسی نیست که نیاز به بیان داشته باشه. کارکرداش در زمینه تشکیلاتی ایدئولوژیک و همچنین در کار و مسئولیت برای همه واضح و مشخصه. مطمئنم که بهترین انتخاب در این مرحله و سال سرنوشته. فکر میکنم با این مسئول اول میتونیم به جنگ صد برابر در همه زمینه ها پاسخگو باشیم. همینطور میخوام که به نوبه خودم به عنوان عضو کوچیکی از این سازمان به مسئول اول جدید تعهد بدم، همونطور که خودشون حامل ارزش های روز سازمان هستن، ارزش های روز سازمان رو در خودمون زنده نگه داریم و پشت سرمون حرکت کنیم تا بتونیم پاسخگوی تعهدات و مسئولیت هامون باشیم. همینطور از همه زحمات، تلاش ها و مایه گذاری های بیدریق خواهر صدیقه طی 6 سالی که مسئول اول سازمان بودن تشکر و قدردانی می کنم. یک بار دیگه به همه تبریک میگم. من سالگرد تأسیس سازمان رو اول از همه به همه مجاهدین تبریک میگم. به کوری چشم دشمن امروز خیلی خیلی خوشحالم که قوی تر از همیشه، محکم تر از همیشه، سرفراز تر از همیشه اشرف و سازمان سر جای خودش هست و می جنگه و جنگی خواهد کرد جنگیدنی.
ولی البته به همه صحبت‌های خواهران دیگه‌ام که اینجا هستن اعتراض دارم، هیچ کدومش رو به جد قبول ندارم. تک تک اونها رو به طور واقعی میتونم ساعت‌ها در موردشون صحبت کنم و ذی‌صلاح‌تر از خودم میدونم و فکرم میکنم در همه صحنه‌ها این به اثبات رسیده. کاندیدای خودم البته همشون بالای سرم جایی دارن و قبولشون دارم، ولی کاندیدای خودم خواهر مجاهدم زهره قائمی بود و الانم فکر میکنم دیر نشده و باید به اون کسی که زی صلاح‌ترین در این دوران که خودم فکر میکنم تک تک این خواهرها هستند، ولی کاندید خودم رو هم گفتم، رأی بدیم. و آراء شما هم راستشو بخواین معترضم و نمیتونم قبولشون کنم، ولی با این حال چون روز خوشحالی و جشن و سرور مجاهدینه، به خواهر مژگان و به خواهر صدیقه، به خصوص به خواهر صدیقه بابت 6 سال واقعا زحمت و کار پر تلاش و سختی که در این دوران داشتن، تبریک میگم و امیدوارم که از این به بعد هم همواره بالای سر خودمون داشته باشیم.